آیا اکبر هاشمی رفسنجانی خود نیز قربانی نحوه‌ای از قتل سیاسی شد که خود از بنیانگذاران اون در رژیم جمهوری اسلامی بود، برادرکشی خانگی؟ آیا همونطور که روزی روزگاری سید احمد خمینی یکی از سه حلقه زنجیری که بعد از مرگ خمینی قدرت رو میان خود، هاشمی و خامنه ای تقسیم کرده بودند و بعد هم به صورتی بسیار عجیب در آخرین روزهای اسفند ماه سالیانی گذشته تر از این دار فانی رو به صورت ناگهانی او هم با آرزه ایست قلبی ترک کرد، سرنوشتی بود که حالا گریبانگیر اکبر هاشمی رفسنجانی شده؟ آیا براستی موضوعیت قتل سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی و نوعی تسویه حساب خونین در بالاترین رده حکومت در جمهوری اسلامی میتونه نشانگر از واکنش ها و اتفاقاتی باشه که پیش بعد از این هم در حال رخ دادنه؟ آیا رابطه ای بین آنچه گفته خواهد شد و برخی دیگر از اسناد منتشر شده در قالب شایعه که میتونه تاثیرگذاری های بیشتری داشته باشه وجود داره؟ بگذارید مستقیما به پاریس بریم، به فرانسه بریم، به سراغ روح الله زم، نخستین خبرنگاری که ابعاد پنهان پشت این قضیه را افشا کرد و صحبت از وجود مدارکی کرد که ممکنه در صورت رو شدن نشون بده که اکبر هاشمی رفسنجانی نه به مرگ طبیعی که در یک تسویه حساب خونین بالاترین رده حکومت در جمهوری اسلامی قربانی شده. آقای زم سلام و عرض احترام من رو بپذیرید. سلام آقای زم. خب من ابتدا بعد این مسئله رو حتما ذکر کنم که بررسی این مسئله به دلیل اهمیتی است که در جایگاه افکار عمومی امروز در کشورمون ایران داره. به هر حال پرونده سیاسی و اجرایی اکبر هاشمی رفسنجانی پر از نقاط مختلف منفی و مثبتی است که به هر حال تاریخ رو قضاوت کرده، قطعا مردم رو قضاوت کردند و ما قصد داریم اینجا از او تعریف یا تکذیب کنیم. به هر حال این مسئله است برای همه روشن، اما اون چه مهمه نحوه مرگ اوست و تأثیری که این نحوه مرگ میتونه علائمی رو به دست بده که آینده سیاه‌تری رو در آینده در مورد کشورمون به پیش بیاره. مشخصا شما باورتون به عنوان یک خبرنگار اینه که آقای هاشمی به قتل رسیده یا به عارضه طبیعی فوت کرده؟ من بر اساس قرائنی که به دست آوردم به این نتیجه رسیدم که آقای هاشمی به قتل رسیده. روح الله این مسئله بسیار مهمیه، یعنی اون چه که شما دارید مطرح میکنید اتهام بزرگی است به بالاترین نهاد قدرت در ایران. قاعدتا این همچین تصمیمی رو کسی هم غیر علی خامنه ای نمیتونه گرفته باشه، درست میگم؟ با هماهنگی اطلاعات سپاه، بله. خب اگر از شما بخوام که روایت شما رو در این زمینه و در مورد مرگ آقای هاشمی بر اساس قرائن موجود که شما اونها و اسنادی که در اختیار شما قرار گرفته با بینندگانمون مطرح کنید، خواهش میکنم این شما اینم بینندگان ما. ببینید این قتل که خب طبیعتاً هیچ قتلی سند نداره، یعنی قتل با سند اصلا یک حرف گزاف. ولی من یک سری قرائن رو بهش میپردازم و بعد در نهایت برسیم به اتفاقی که افتاد برای آقای هاشمی و نحوه قتل. حدود 3 ماه پیش از این، زمانی که آقای احمدی نژاد با آقای خامنه ای ملاقات کرد، خب ما خبر این ملاقات محرمانه رو برای اولین بار منتشر کردیم که 2 روز بعدش موجب واکنش آقای خامنه ای شد در درس خارج فقه که ایشون ساعت 8 صبح این قضیه رو درز خبر رو انداخت گردن تیم احمدی نژاد. باز جزئیات بیشتری از این خبر رو منتشر کردیم که باز فردا صبحش آقای خامنه ای صحبت کرد و واضح تر پشت بلندگو گفت که همینجا میگم که آقای احمدی نژاد نباید بیاد برای انتخابات. قبل از اون یک سناریوی چند لایه شکل گرفته بود از پروژه سازمان اطلاعات سپاه برای انتخابات 96، از جمله بازداشت حدود 70 نفر از فعالین ارشد سیاسی کشور که الان دارن هم فعالیت میکنن و اتفاقا الان روشون گروه تعقیب مراقبت سواره و همه جا تحت کنترل و مراقبتن و اجرای این پروژه 3 تا پیش شرط داشت. اولین پیش شرط منع حضور احمدی نژاد در انتخابات بود، چون در صورت حضور احمدی نژاد فضا 2 قطبی میشد.
دومین پیش شرط اومدن ترامپ بود به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، و سومین پیش شرط اعلام کاندیداتوری رسمی حسن روحانی بود. بر اساس این سه تا پیش شرط، اینا یک پیش شرط کلی دیگه هم داشت، چون اگر این طرح میخواست اجرا بشه هاشمی نمیذاش این طرح اجرا بشه. یعنی دیگه فضا اون فضا نبود که مثل سال 88 بیان بگیرن و همه رو جمع کنن ببرن. قطعا وجود هاشمی اینجا یک موزل بزرگ بود برای انتخابات. توی این پروژه چند لایه نظام در نظر داره که یک کاندیدای حداقلی رو برای انتخابات سال 96 بیاره و اون انتخاب بشه. به احتمال زیاد دارن روی رد صلاحیت حسن روحانی کار میکنن از طریق منگنه گذاشتن حسین فریدون، و دارن فشار میارن به روحانی که اعلام کاندیداتوری نکنه. اما اگرم که اومد، دو تا حالت داره، باز بستگی به زمانش، یا روحانی رد صلاحیت بشه یا اینکه دو سه تا کاندیدا از جبهه اصلاحات و 10-12 تا کاندیدا از اصولگراها بیان که این سبد رأی روحانی رو بشکونن که در نهایت روحانی به ریاست جمهوری نرسه. هدف چی از این پروژه؟ هدف تعیین جانشینی رهبری که سه قوه باید قطعا دست رهبر باشه برای تعیین جانشین رهبری. دومین هدف ایجاد نظام، یعنی تغییر نظام حکومتی از ریاستی به پارلمانی، صحبتی که آقای خامنه ای 6-7 سال پیش کرد و 2 سال قبل این لایحه آماده شده، این طرح آماده شده در مراکز کارشناسی که آقای خامنه ای برای این کار گمارده، این اصلا آماده است و فقط باید فقط بدن به مجلسی که رئیس جمهوری باید اینو بده به مجلسی که تحت نظر خود رهبری باشه و آقای روحانی الان نمیتونه این کارو بکنه. و پس از این قضیه هم تعیین جانشین رهبریه، یعنی یک اتفاق بزرگ قراره پیش بیاد. خب ما این پروژه رو داشتیم، یعنی میدونستیم که این پروژه قراره اجرایی بشه، اما از اونجایی که مطلع شده بودیم که این پروژه قراره اجرایی بشه و یک سناریوی چند لایه قراره که سازمان اطلاعات سپاه پیاده بکنه با هماهنگی دفتر رهبری و شورای امنیت کشور، نه شورای عالی امنیت ملی، آقایون میگفتن که قراره یه اتفاق خیلی بزرگی بیفته. بعد از اون اتفاق بزرگ قراره این پروژه اجرایی بشه. خب ما نمیدونستیم مثلا اون اتفاق بزرگ چیه. ما فکر میکردیم قراره آقای خامنه‌ای مثلا یه صحبتی بکنه و بعد از اون مثلا بگیر به بندار شروع بکنن، یا بعد از اون اجرای این پروژه شروع بشه. تا بعد از اینکه این اتفاق افتاد یه دفعه گفتیم پس این اتفاق بزرگی که بهش تاکید میکردن 3 ماه پیش، این همون اتفاقه. این یک. دومی که همزمان با اون خبری که منتشر شد درباره ملاقات آقای خامنه‌ای با احمدی نژاد، یک فایل صوتی به صورت خیلی محدود در گروه‌های تلگرامی حامی احمدی نژاد منتشر شد. چون اون زمان حامیان احمدی نژاد سرخورده شده بودن از اینکه چرا آقای خامنه ای جلوی احمدی نژاد گرفته که نیاد واسه انتخابات ریاست جمهوری. این فایل صوتی رو اون موقع کسی نشنید، شاید تیراژ خیلی پایین تری شنیدن، اما این فایل صوتی جزئیاتی رو از ملاقات آقای خامنه ای با آقای احمدی نژاد میگه. میگه که آقای جوانفکر، آقای بقایی و آقای احمدی نژاد میرن دفتر رهبری. اونجا آقای محمدی گلپایگانی هم بوده رئیس دفتر رهبری، آقای وحید حقانیان هم بوده و آقای خامنه‌ای. تا اینجاش درست. جلسه تموم میشه، بقایی اونجا تشکر میکنه از آقای خامنه‌ای که چه منو از زندان آوردیم بیرون و اینا. تموم میشه و جوان فکرم صحبت میکنن و یه سری ابراز ارادت‌های چاکرم و اینا، همین طبیعی. میان بیرون آقای خامنه ای آقای احمدی نژاد رو جداگانه میخواد برای اتاقش، میره تو اتاقش و اونجا میگه که آقای هاشمی اوضاع جسمانیش خیلی خرابه و تا بعیده تا آخر امسال دووم بیاره. شما سطح فعالیتتون رو به جریان انتخابات 96 نکش که من میخوام شما رو بذارم برای ریاست مجمع.
این رو احمدی نژاد بعد از اینکه میاد تو ماشین، تیم حفاظتش رو میذاره عقب و میاد تو ماشین، بقایی راننده بوده، جوان فکر جلو نشسته، خود احمدی نژاد عقب و تعریف میکنه این. و این میرسه به گوش راوی این فایل، که راوی این فایل کیه؟ مشاور فعلی علی اکبر جوان فکره و معاونش بوده توی مؤسسه ایران زمان دولت احمدی نژاد و الان مسئول ارتباط با رسانه هاست در سفرهای استانی احمدی نژاد. اسمش محمد رضا منتظر قائمه. این دومین روایت. سومین چیزی که وجود داره، یعنی دومین قرینه، سومین چیزی که وجود داره اینه که همونطوری که شما تو صحبتتون اشاره کردین، قتل، یعنی اتفاقی که برای آقای هاشمی افتاد شاید در عرض یک ساعت افتاد و ما از این یک ساعت هیچ رسانه هیچ عکسی منتشر نکرد، در صورت که ده ها فریم عکس داریم از مهدوی کنی، از شجونی، از سایر مقاماتی که تو جمهوری اسلامی کشته شدن یا مردن، ده ها فریم عکس وجود داره. چرا از آقای هاشمی یک فریم عکس وجود نداره؟ این سومی موردی که باید بهش تشکیک کرد. چهارمین مورد این که حالا من قرینه ها رو همینجوری خب آقای زم بذارید من یه مقداری کلاسیفاید شده تر روی خود ماجرای بامداد شامگاه یک شنبه هفته گذشته با شما صحبت کنم، موقعی که منجر به مرگ آقای هاشمی شده. این اتفاق یعنی عارضه قلبی کجا رخ داده؟ ایشون رو در نهایت بردن به بیمارستان شهدای تجریش، در حالی که من و شما دست کم میدونیم که در خود جماران، اگر ایشون در خونش در جماران بوده باشه، در خود جماران یک بیمارستان مجهز قلب برای این فعالیت وجود داره. اگر در دفتر مجمع تشخیص در خیابان میرداماد هم بوده باشه، به بیمارستان شهدای تجریش دوره. این اتفاق کجا افتاده که او رو بلافاصله به بیمارستان شهدای تجریش به عنوان نزدیکترین مرکز درمانی رساندند؟ آقای روحانی خب حالش، آقای فکر کنم بعدی آقای روحانی، اینجوری که حرف شما، آقای هاشمی حالش خیلی خوب بوده، صبح رفته مجمع خیلی شنگول بوده و بعد از ظهر، ظهر ساعت 2-3 از مجمع میاد بیرون و میگه میخوام برم ورزش کنم، حتی اینقدر حالش خوب بوده و میاد تو مجموعه کوشک، روبروی مجموعه حافظیه سعدآباد، یعنی انتهای خیابون سعدآباد بالای مسجد گیاهی. بله، اون مجموعه قبلا دست فرح بود، یعنی فرح پهلوی این رو خریده بود برای کاخ شاهنشاهی، یعنی برای مجموعه سلطنتی، و بعد از انقلاب حالا دست به دست شد و به جاهای مختلف گشت رسید و آخر اومد متمرکز شد توی مجموعه مجمع تشخیص مصلحت که مدیران مجمع و اینا میرفتن از اونجا استفاده میکرد. این روایتی که دارم بهتون میگم اولین باره دارم به شما میگم و ممکنه حالا بعدش، حالا ممکنه با جای مصاحبه بکنم بگم، ولی الان اولین باره که دارم به شما میگم که اونجا آقای هاشمی میاد داخل مجموعه کوشک میشه. محافظان آقای هاشمی، ببین این روایتیه که الان وجود داره، محافظان آقای هاشمی میگن که حاج آقا به ما گفت شما نیاین تو و دوربینای مجموعه رو قطع کنید. آقای هاشمی هم الان نیست که بگه من این دستور رو دادم یا ندادم، قطعا خدا آقای هاشمی این دستور رو نداده، چون محافظا میگن این اولین بار بوده که آقای هاشمی همچین دستوری به ما داده. پس این دستور آقای هاشمی نبوده، یه دستور از یک جای دیگه اومده. با توجه به اینکه سپاه حفاظت آقای هاشمی یا تیم حفاظت آقای هاشمی همون سپاه حفاظت از شخصیت هاست یا سپاه حفاظت از ولی امره، که اینا همه زیر نظر سردار نجات بود قبلا کار میکردن، که 12 روز قبل از قتل آقای هاشمی، سردار نجات، محمد حسین زیبایی نجات که اسم اصلیشه، مشهوره به سردار نجات، میاد میشه جانشین حسین طائب توی سازمان اطلاعات سپاه. عجب. محافظا میگن که حاج آقا گفته که دوربینو قطع کنیم، دوربینای مجموعه رو، یعنی وقتی مورد استنتاق قرار میگیرن میان آج آقا گفته قطع کنی، نمیگن کی گفته قطع کنی، اینا همه زیر نظر اونجا، من دارم با اونجا کار میکنم. موقعی که آقای هاشمی رو پیداش میکنن، آقای هاشمی تو استخر بوده و شب قتل
امیر کبیر که در حمام فین کاشان کشته شد، آقای هاشمی رو سرشو کردن زیر آب. این سرشو کردن زیر آب دو تا مفهوم داره. یعنی ما سرشو کردیم زیر آب، حواستون رو جمع کنید، و اینکه سرشو کردن زیر آب و خفه شده. آقای زم، اصولا جمهوری اسلامی دوست داره در اینجور مواقع پای تئوری توطئه یا دشمن خارجی یا نیروی نفوذی یا عوامل صهیونیستی رو وسط بکشه. چرا چنین ماجرایی با یه همچین روایتی به گردن نیروهای اطلاعاتی نمیدونم اسرائیل و اینجور جهان انداخته؟ اونجوری که ترور دانشمندهای هسته‌ای رو به گردن اسرائیل مینداخت. ترور دانشمندهای هسته‌ای خون و خونریزی بود، بمب بود. اینجا اصلا نه خونی بوده نه خونریزی بوده، تو مجموعه زیر نظر خود مجمع تشخیص مصلحت بوده. عین این میمونه که مثلا با اون تیم عظیم حفاظت و یا حالا مثلا خدای خامنه یه دفعه مثلا میره توی دفترش، یه دفعه مثلا اونجا سکته میکنه میفته، یا مثلا نمیدونم یه چیز خورش میکنن. خب نمیتونه این کار عوامل اطلاعات یا مثلا اسرائیل و موساد و فلان و اینا باشه. این روایت که من دارم براتون تعریف میکنم قطعا برای من معضل ایجاد خواهد کرد، قطعا برای من مشکل ایجاد خواهد کرد، همونطوری که تا الان کرده. ولی منتها ما تا نمردیم همه اینا رو میگیم که این هیچ ابهامی باقی نمونه که این قضیه مکتوم بمونه، چون کسی جرئت نکرده بگه و من الان دارم میگم اولین بار. بعد از اینکه آقای هاشمی رو میاد تیم حفاظت میاد جنازه آقای هاشمی رو دیگه از زیر آب میکشه بیرون. خب این تمام ششا پر شده از آب، نیم ساعت تو شش آبه، و چون دکتری همراه نبوده، همون حرفی که وزیر بهداشت زد گفت کوتاهی شده، چون دکتری همراه تیم حفاظت نبوده و تیم پزشکی نبوده، یا توی اون مجموعه کوشک دکتری تیم پزشکی حضور نداشته، اونجا نمیتونن احیا بکنن. اگر تیم پزشکی حضور داشت اونجا میتونستن این آب که رفته تو شش برگردونن با ماساژ قلبی با تنفس مصنوعی این آبو خارج بکنن و آقای هاشمی رو میتونستن برگردونن. منتها اینا بعد از نیم ساعت یا 45 دقیقه حدودا دیگه جنازه سرد رو میبرن بیمارستان شهدای تجریش، چون از اونجا تا بیمارستان شهدای تجریش در حقیقت فکر کنم یه رو 20 دقیقه فاصله بوده، یعنی نزدیکتر. بله، نزدیکتر اینجا به کوشک همون بیمارستان شهدای تجریش بوده که حالا تو ترافیک ولیعصر نیفتن و حالا بندازن از این مر برن توی بیمارستان شهدای تجریش، دلیل بردنش اونجا. خب آقای زم، نکته بعدی که بسیار این وسط مهم هست این که فکر میکنید چرا بایستی با چنین برخوردی، با این صحنه سازی، حمام سر زیر آب رفته، محیطی مانند سونا، یادآوری ماجرای امیرکبیر در حمام فین کاشان، چرا بایستی چنین سناریویی رو میتراشیدن که این محتوا از صفحه شطرنج کنونی سیاست رژیم حذف کنند؟ چه الگویی، یعنی چه خواسته اصلی آقایون بوده؟ جانشینی رهبر، یعنی فقط اینکه آقای ابراهیم رئیسی رو بیارن و بگذارن جای آقای خامنه ای؟ نه دیگه، الان بحث آقای رئیسی دیگه نیست دیگه، دیگه با رفتن آقای هاشمی ممکن اصلا بحث بره اصلا رو خود مجتبی. مثلا ما بحث رئیسی رو نه، من معتقدم رئیسی رو مطرح کردن که حواسا رو پرت بکنن به سمت یک جای دیگه، اصل قضیه داره یه جای دیگه داره انجام میشه. من اعتقاد ندارم رئیسی تو اشل رهبریه، یا اصلا مگه آقای خامنه‌ای دیوونه است؟ مگه بیاد این همه قتل و جنایت و اینا کرده بیاد رهبریشو ورداره ببره بذاره تو دامن یکی دیگه، از تو خونش ورداره بیاره بیرون؟ بزرگترین رقیبش هم از بین رفت دیگه، یعنی سایه‌ای که رو سرش بود همیشه اونو از میون برداشت، و اصلا دلیل نداره این رهبری از خانواده بره بیرون. واسه چی باید بره بیرون؟ پس شما معتقدید که این پروژه سرآغازی است برای اینکه آقای مشتبه خامنه‌ای رو جایگزین پدرش علی خامنه‌ای بکنن؟ سرآغاز یک تصفیه خونینه این قضیه. اشاره کردید به بازداشت گروهی از سران کشور که در آتیه نزدیک کلید خواهد خورد. امیدوارم این حرفا منجر به عدم این اتفاقات خونین بشه، اما میشه بیشتر در مورد اون صحبت کنید؟ آیا اینها دنبال بهانه‌ای میگردن برای ایجاد یک تشنج که اقدام کنند به بازداشت رهبرانی که به اصلاحات نزدیکند، مانند خاتمی و دیگرانی که در اطرافشون هستند؟ بله دیگه، الان ببینید تنها فرد کاریزمایی که وجود داره الان و مونده غیر از موسوی و کروبی که حالا تو حسرن و
غیر از هاشمی بود که اومد و سید حسن هم که دیگه الان تنهایی دیگه همچین توانایی نداره بخواد جلوی یک مجموعه وایسه، فقط آقای خاتمیه که آقای خاتمی رفت این ساعت 12 شبی که آقای هاشمی فوت میکنه، فرداش بود فکر میکنم فوت میکنه، خود آقای خامنه ای داشته میرفته جماران و تیم قراول زنگ میزنه به چیز به جماران که آقای خاتمی نباید اینجا باشه، آقا گفته که آقای خاتمی نباید اینجا باشه و موقعی که داره میاد جماران بالا سر جنازه اصلا نباید، که بعد آقای خاتمی هم میره، یعنی عملا خاتمی هم در حقیقت تمامش میکنن و میره تو حذف. ولی این آغاز به نظرم یه تصفیه حساب خونینه با کسانی که یعنی یک با کسانی که منتقد سیستم فعلی حکومتی هن حتی تو داخل کشور. خب شما ببینید بالا تا پایین و اینا میخوام بگیرن از آقای کعباسچی، مرعشی، نمیدونم مثلا خانم آذر منصوری، خانم شهیدی، نمیدونم خانم فلان، آقای بیست، یعنی همه رو میخوام بگیرن و این لیستا هر روز داره میره تو شورای امنیت کشور، روز به روز داره رصد میشن اینا، روز به روز تیم تمیم روشونه داره کار میکنه، تعقیب مراقبت، صفحات مجازیشون، فعالیتاشون، اینا همه کنترله و صبح به صبح اینا میره شورای امنیت کشور که راجب آخرین تصمیمات اینا کیو از تو لیست در بیارن، کیو ببرن بالا، کیو بیارن پایین، کی رو کجا بگیرن، چی کار بکنن، یعنی اینا داره دقیقا داره محاسبه میشه همش. آقای زم، توی این پروژه فرماندهان عالی رتبه سپاه مانند عزیز جعفری و معاونین او در چه جایگاهی قرار میگیرن؟ آیا اساسا اونها هم نقشی در این امر دارن یا اونها هم بازیچن؟ ببینید اونا ببینید سپاه یه جزیره است مثل وزارت اطلاعات، درست؟ این جزیره سه تا رو سه تا زمین سواره، یکی رو زمین تائبه، یکی رو زمین اطلاعات سپاه، یکی رو زمین قدسه قاسم سلیمانیه، یکی رو زمین جعفریه فرمانده سپاه. تائب و سلیمانی با هم خیلی رابطهشون بهتره تا تائب و جعفری، یعنی این وسط جعفری الان تک افتاده، ارتباط تائب با با قاسم سلیمانی با هم دیگه این دوتا خیلی خوبن، نصف عملیات های سپاه توی سوریه رو با هدایت های عملیاتی حسین تائب داره پیش میره، اطلاعات سپاه هر هفته اونجا تیم داره، حضور داره، ولی جعفری نداره. ببینید اینا با همدیگه داخل خودشون هم یعنی یه درگیری هایی دارن، ولی من تصورم اینه که در حقیقت با قتل هاشمی اینا میرسن به یه تصویه حساب خونین حتی داخل خود سپاه. شما چهره این مقامات رو نگاه بکنین تو این تشییع جنازه و جماران و اینا رفتن همشون زردن، همشون بخت دارن، نمیدونن بعدی کیه. یعنی تو این سیستم الان هر کسی که داره کار میکنه قطعا نزدیک به قتل. خب در مورد رهبران جنبش سبز، یعنی دو رهبر محصور دست کم، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، آیا در مورد این دو نفر هم میشه زن بهت این برد که اونها هم در مزان قتل یا تصویه حساب هستند؟ اتفاقا ما گزارش هایی گرفتیم، دو سه تا گزارش از دو سه تا منبع مختلف دریافت کردیم که اینها رو توی حذف ممکنه که چیز بکنن، یعنی از بین ببرن و خیلی این قضیه اتفاقا قضیه خطرناکیه، چون ببینید واقعیتش اینه که آقای خامنه ای با افرادی که از زمان آقای خمینی بودن و حضور داشتن خوب نیست، یعنی اینا شاخن واسه آقای خامنه ای. شما ببین مثلا یه آدمی مثل کروبی واسه خامنه ای شاخه، یعنی اصلا نمیتونه آقای خامنه ای، اصلا تو اندازه ای نیست آقای خامنه ای که بخواد جلو کروبی از نظر سابقه مبارزاتی، سابقه همراهی با آقای خمینی، سابقه همراهی با انقلاب، تو اندازه ای نیست که آقای خامنه ای بخواد جلو کروبی عرض اندامی بکنه، یا میرحسین موسوی تو اندازه ای نیست آقای خامنه ای بخواد جلو اینو عرض اندام بکنه. آقای خامنه یک موجود حقیر کوچولوئه که آوردنش گذاشتنش روی یک صندلی بزرگ و به خاطر اینکه روی اون صندلی جا بشه اومدن صندلی رو کوچیک کردن. این آدم فوق حقیر و کینه‌ای کوچیکه.
و اصلا توی اون اندازه ها نیست که با افرادی که از زمان آقای خمینی بودن بخواد خودش رو مقایسه بکنه. و طبیعتا ما اینا دشمنی داره، طبیعتا میره به سمت حذف اینا. شما هاشمی همیشه یه سایه رقیب رو سر خامنه ای بود. آقای زم ببینید، اگر من درست متوجه شده باشم یه سری شعارهایی در تشییع جنازه آقای هاشمی سر داده شد که میتونه سرآغاز یه سری اعتراضهای کوچیک کوچیک اجتماعی باشه که به یه التهاب دامن بزنه. در صورت بروز هر حادثه جانی برای میرحسین موسوی یا مهدی کروبی، قطعا این اعتراضات جنبه خیابانی گسترده تر پیدا میکنه و این همون هدفی است که رژیم دنبال میکنه برای بازداشت های گسترده و دست انداختن به همون برنامه 70 نفره که شما گفتید. درسته؟ بله. شما ببینین دقیقا 10 روز، حالا من تاریخ ها رو دقیقا یادم نیست چون کار خبری میکنم، همه اینجوری به روز یادم نمیمونه، ولی یادم میمونه وقایعی که چی قبل از چی بوده، چند روز بوده. حدودا 9 روز یا 10 روز قبل از قتل آقای هاشمی، حیدر مصلحی عراقی توی 9 دی بود دیگه، آره دیگه آقای هاشمی 10 روز دقیقا 9 دی بود، میاد میگه که آمریکا و فتنه گران و سران فتنه اینا میخوان، این سری میخوان یک فتنه جدید برپا بکنن. خب آخه مردک، تو از کجا میدونی قراره که چه اتفاقی بیفته؟ ما که داریم میبینیم همه چی آرومه، ما که داریم میبینیم همه چی سر جاشه. شماها از کجا میدونین که قراره این اعتراض به وجود بیاد؟ شماها از کجا میدونین که قراره مردم بریزن تو خیابون؟ شماها از کجا میدونین که تحلیل میدین این انتخابات 96 بدتر از انتخابات سال 88؟ میگین اون زمان مردم بعد از انتخابات ریختن بیرون، این سری میخوان قبل از انتخابات بریزن بیرون. خب تو چی میدونی که ما نمیدونیم؟ ببینید اینا همه اون نکات کلیدیه که اگر مراجعه بکنین توی اخبار، تیکه تیکه توی حرفای اینا رجوع بکنین، نگاه بکنین، میفهمین که اینا اتفاقا همینا میخوان، میخوان که مردم بیان تو خیابون. ولی من تصورم اینه که این مردم، یعنی اشتباه استراتژیک اینها اینجاست، اینا فکر میکنن با سرکوبی که تو 88 کردن میتونن این سرکوب رو توی 95 و 96 رو هم تکرار بکنن، غافل از این که مردم تجربه 88 رو پشت سر گذاشتن و دیگه آدم های پخته ای هم. کسی که تو 88 جز دهه 80 حساب می شد یا جز دهه 70 حساب می شد، الان 8 سال 9 سال رشد کرده، 6 سال 7 سال رشد کرده و نسل جدید دیگه چیزی برای از دست دادن نداره. شما بشینین پای صحبتی کسی که تو داخل کشور داره، من روزانه هزار فکر می کنم چیزی بود 300 تا 400 تا مکالمه اینطوری دارم با آدم مختلف، حتی در حد مثلا 30 ثانیه، 1 دقیقه، و از چطوره همه میگن، مثلا میشینه مینویس. مردم دیگه اونجوری نیستن، مردم این مردم دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن. اینا هشت این 88 نیست که سرکوب بشن. آقای زم، اگر متمرکز شیم روی ماجرای مربوط به مرگ آقای هاشمی، بر اساس قرارانی که شما برشمردید محرز هست که او به قتل رسیده، آیا امکان داره این قتل به وسیله آقای مشتبه طراحی شده باشه و خود شخص علی خامنه ای در اون نقش یا دخالتی نداشته باشه؟ نه، من معتقدم این قتل بس قبل سازماندهی شده بوده، همونطوری که گفتم 12 روز قبل از اینکه نمیگم یعنی نه کامل رد نمیکنم، قطعا مشتبه دست داشته، ولی با سازماندهی سازمان اطلاعات سپاه بوده. میدونین سازمان اطلاعات سپاه فقط از 2 نفر دستور میگیره، یکی از خود خامنه ای دستور میگیره، یکی از پسرش مجتبی. چون مثلا صادق خرازی 2 سال پیش برمیدارن وسایل تو خونش و اینا رو دوز میزنه، قاچاقچی عتیق است دیگه، دوز میزنه برمیدارن وسایلش رو میبره و بعد اینو نمیتونن پیدا بکنن، عتیق متیقاشو نمیتونن پیدا بکنن، میره دست به دامن مسعود خامنه ای میشه، مسعود به مشتبه میگه، مشتبه به سازمان اطلاعات سپاه دستور میده، یه هفته ای عتیقاشو تو کشور پیدا میکنن برمیگردونن. سازمان اطلاعات سپاه از مشتبه خامنه ای دستور میگیره و از شخص خدای خامنه ای. و این جابجایی محمد حسین زیبایی نژاد یا همون سردار نژاد از معاونت فرهنگی سپاه به جانشینی حسین طایب یا همون حسن طایب که حسین مستعارش، به جانشینی طایب تو سازمان اطلاعات سپاه، یا اون شهرام غیب پرور که حالا اسمش رو عوض کرده شده غلام حسین
آوردنش از شیراز به سمت فرماندهی سازمان بسیج منصوبش کردن. اینها همه نشان از اتفاقاتیه که میفته. اون موقع که این تحولات شد یه حسی به من گفت که این اتفاقی قرار بیفته، این تحولات بی خودی نیست و این همون اتفاقات و بیشتر هم میشه. چرا برخی از مقامات، به هر حال میدونیم که دولت در حال حاضر، دولتی که الان در تهران سر کار هست و آقای هاشمی بسیار نزدیک بود، چه آقای روحانی که به عنوان به هر حال شاگرد مکتب سیاسی اکبر هاشمی شناخته میشه، چه بسیاری از کارگزاران دولت که خواسته و ناخواسته وابسته به آقای هاشمی میشن، چرا دولت با توجه به موقعیت و جایگاهی که داره نسبت به این مسئله واکنش نشون نمیده یا از چنین طرحی جلوگیری نمیکنه؟ آیا دولت توان برخورد نداره یا به هر حال مرعوب شرایط موجود شده؟ ببین آیا آزمان، یه مثالی بود از قدیم به ما میگفتن، میگفتن شما وقتی میری توی محل نرو به اون بچه من چه دعوا کن، برو اون گنده رو بزن که اون بچه حساب کار خودشو بکنه. الان بابای روحانی رو زدن دیگه، خود پسرش میخواد بیاد چی بگه؟ یعنی ببین پدر معنوی یک جریان رو زدن، یک پدر معنوی دو سه جریان تو کشور رو. هاشمی رو اصولگره ها میتونست تاثیرگذار باشه و تاثیرگذار بود، رو اصلاح طلب ها تاثیرگذار بود، رو اعتدالیون تاثیرگذار بود. ما یه جایی میبینیم توی خاطرات خود آقای هاشمی که داره تعریف میکنه، میگه اینجا برجام رو من رفتم پیش خامنه ای گفتم صلاح نیست این کارو بکنیم، الان باید این کارو بکنیم. بعد میگه من رفتم دستورش رو از رهبری گرفتم که این خط قرمز رو رد بکنیم و با غرب مصالحه بکنیم. خب گنده اون محل رو زدن. حسن روحانی میخواد بیا چی بگه؟ حسن روحانی که شخصیت کاریزمایی نیست. حسن روحانی از اول انقلاب تا الان همیشه وسط لحاف بین آقای خامنه ای آقای هاشمی بود. درست. جایی که اینور باد میزد اونور بود، جایی که اینور بود اینور. الان که دیگه خب قطعی مردم سر حسن روحانی رو میبرن. ولی خب جامعه مدیران کشور و مجموعه، حالا اون تیم اندک مدیریتی کشور، اون 2000 نفر، اینا دیگه از این به بعد هرچه بیشتر، یعنی اون موقع هاشمی بود یه تعادلی توازنی ایجاد شده بود، این توازنه الان به هم خورده، اینا همه میکشن به سمت آقای خامنه ای و جامعه به سمت دیکتاتوری پیش میره. یعنی خود اصلا حکومت به سمت دیکتاتوری بیشتر پیش میره. به نظر من این خیلی خطرناکه. آقای خامنه ای بدترین کاری رو که میتونست بکنه کرد و به سقوطش. ماجرا خیلی نمایشی هم هست. میدونید حالا کاری ندارم که ما بر اساس سری قرائنی صحبت میکنیم، ولی من وقتی که این حادثه رو میبینم به یاد مثلا صحنه این که شاهی ولیعهدش یا وزیرش رو میکش در پیشینه باستانی، مثلا مأمون دستور قتل امام رضایی که ولیعهدش بود رو با گیلاس جام شراب یا انگور مسموم میداد، از این سمت مثلا، یا این فیلم، حتی فیلم های ترکیه ای که سریال شبکه های مانند جم پخش میکنن، مثل حریم سلطان که هی به همدیگه زهر میخورونن. واقعا یه همچین قواره قجری شما باور میکنید که در قرن 21 در کشور ما در ایران در حال انجام بشه؟ بله. آقای خامنه ای الان، آقای خامنه ای شاید یکی از معدود رهبران جمهوری اسلامی باشه. رهبر که میگم یعنی منظور حاکمان. به تاریخ قاجار خیلی علاقه داره. شما ببینید تو صحبتاش بیشتر راجع به تاریخ قاجار و اینها صحبت میکنه و مسلط روی تاریخ اون موقع. یعنی آقای خامنه ای عاشق اون جلال و جبروت پادشاهان قاجاره و با این مثلا یه همچین روشی هم هاشمی رو میکشه در در همون شبی که امیر کبیر کشته شد، در همون شبی که امیر کبیر تو حمام فین کاشان کشته شد، استخر کوش سر هاشمی رو میکنه زیر آب. آره من اتفاقا اصلا تعجب نمیکنم. هرچه بیشتر از این ماجرا صحبت میکنیم ابعاد تأسف برانگیزتری برای کشور خودمون پیش میاد. ممنونم آقای زم، به پایان فرصت برنامه‌مون رسیدیم. بی نهایت سپاسگزارم از این مصاحبه بسیار بسیار مهم که برای نخستین بار با من انجام دادید و قرائنی که مطرح کردید. بی تردید
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها و حرفهایی که در کوچه و خیابان زده میشه پشتش قرائنی هست که چقدر زیبا شما اونها رو که راه هم گذاشتید. ممنونم روح الله زم از فرانسه که همراه من بودی. فقط شما حلالمون کنیم که فردا ما خیلی تهدید و اینا خیلی داریم سر هم قضیه آقای تاجیک و اینا خیلی از همینجا من از همه مردم حلالیت میطلبم، از خود شما. یه موقع اگه کسی خوبی بدی چیزی دیده، چون دیگه ما فکر کنم دیگه آخرامونه دیگه. امیدوارم که اینطور نباشه و در پناه آزادی و دموکراسی جان شما در امنیت کامل باشه. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید و از شما خوبان هم سپاسگزارم که تا به این لحظه بیننده مجموعه برنامه رسانه افق ایران بودید. به هر حال مسائلی که مطرح شد گفتم به دلیل اهمیتی است که موقعیت و خبر در گذشت علی اکبر هاشمی رفسنجانی در داخل کشور در میان جامعهمون داره. قضاوت در مورد رفتار و کارهای او و آنچه او کرده قضاوتی است که به تاریخ واگذار میشه تا از کشتارهای دهه 60، جنگ تحمیلی به ایران، خرابی ها و خسران های بسیار و بسیاری دیگر از شرایط که در پناه مدیریت او به عنوان مرد دوم کشور برای بیش از 3 دهه رخ داد به قضاوت گذاشته بشه. ممنون، سپاس، خدا نگهدار. 99% مردم چیزی رو میخواند، 1% و 0.5% مردم ممکن است چیزهای دیگری رو میخواند و صدای اون 0.5% بیشتر از صدای 99% در رادیو و روزنامه ها شنیده می شود. باز با کمال پررویی این انقلاب رو متهم به سانسور می کنند. بدبخت ها. ما با امام مباحثه داشتیم، فرد ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ روشنی میبینن که انشاءالله به زودی سالم و دانشات بیرون میایید و وارد جامعه میشید برای خدمت. شما خوب باشید، نو خوبه زینه بودم من بزنم سیکار باقی نبید مجیه بودم واقعا نبید این که چیزی نیست با ما عشق رو نبیر بکنم خدا نشون الان که با خیال راحت میرم خیلی خوبه. امروز در خدمت ایشون بودیم تا ساعت 2 ربع و بعد از اون ظاهراً حدود 2 ساعت بعد براشون سکته قلبی اتفاق افتاده و با تأخیر هم متوجه شدن و با تأخیر هم رسیدن بیمارستان و موقعی هم که بیمارستان رسیدن تقریباً هیچ کدوم از علائم حیاتیشون، نه علائم قلبی نه تنفسی وجود داشته و تلاش ایشون نبوده دکتر، همکارای ما مؤثر واقع نشده. من سوال کردم، ظاهرا تیم پزشکی اونجا نبوده با اینکه بایستی حتما همراه شخصیت‌ها باشن، ولی اونطور که به من گزارش کردن تیم پزشکی همراهشون نبوده و در این حال اون موقعی هم که متوجه شدن خب زمان گذشته بوده، یعنی شاید اگر بودندم نمیتونستن کاری بکنن. وصیت حرف میکنم به حرف حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی، رفسنجانی مجاهد نستون رو. ایشون ساعت ظهر حوالی 6 بعد از ظهر به طور کاملا ناگهانی دچار ایست کامل قلبی شدن، بلافاصله به نزدیکترین بیمارستان منتقل شدن. در بخش اورژانس تیم پزشکی شامل متخصصین قلب، بیهوشی و طب اورژانس همه اقدامات لازم رو انجام دادن، اما متاسفانه این اقدامات مؤثر واقع نشد و ایشون در ساعت 7:30 بعد از ظهر به لقاء الله پیوستند. دلیل فوت دقیقاً چه بوده؟ این اتفاق کاملا ناگهانی رخ داده، نیاز بررسی بیشتر داره، ولی اونجوری که مشخص هست ایشون در بد ورود به اورژانس بیمارستان علائم حیاتی نداشتند و وقفه کامل قلبی تنفسی داشتند و خب همه اقدامات، علارغم همه اقدامات انجام شده، امکان بازگشت ایشون به حیات متاسفانه وجود نداشت.